بچه ها، ما دو حالت داریم. بعضی وقتا یه سری فعل هایی داریم که همیشه اگر بعد از اون مستقیما یه فعل بیاد، اون فعل باید ing دار باشه. مثلا ما نمیگیم I enjoy to work، میگیم I enjoy working. این همیشه فیکسه، ثابته، دلیل داره. البته همینجوری نیست بخوای حفظ بکنی. مثلا من تو کلاس هم اینو یاد میدم که چرا توی کتابا میاد چیکار میکنه، میگه ببین حفظ کن، بعد از اینا آی ان جی دار میاد. ولی شما باید بدونی این اصلا فعل نیست، اون اسم اومده اونجا. شما میتونی بگی آی انجوی مای لایف، خب اصلا فعل نیست که. آی انجوی ورکینگ، اونم فعل نیست، اسمه. اینا رو باید بدونی، اینا رو تو کلاست باید یاد بگیری، بیسش و ریشش رو باید یاد بگیری. خب حالا کاری به اون نده. یه حالت دیگه هم هست، بعد از اون فعلتون به شکل با تو میاد، یعنی میگی آی وانت تو ورک، خب با تو همیشه میاد. یعنی حالا گاهی یه سری فعلا هستن که اینا هر دو تا حالتو دارن. مثلا شما میخوای بگی که I like working، I like to work، یا I need driving، I need to drive. هر دو حالت هست. I started to learn، I started learning. توی استوری قبلی راجب stop بود، میگه که ببین بعد از stop شما به شکل ing دار معمولا میذاری. میگه چرا، حالا فرقش چیه؟ ببین مثلا من الان دارم به شما درس میدم، خب حالا تو بهم میگی رامین این کار تو بس کن، درس نده، stop teaching. بعد میگم خب من بس کنم که چی کار کنم، آخه درس ندم چی کار کنم؟ میگه ببین یه دقیقه وایس و برو یه چیزی بخور. stop to eat something، stop to sleep، یه دقیقه وایس بگی بخواب مثلا. همین جوری حاله مثالی زده. پس اگر شما یه کاری رو مثلا stop بکنی، جلوش فلان یه جی دار بیاد، یعنی اون کار رو داری انجام میدی، حالا متوقفش میکنی. مثلا تو هی داری حرف میزنی، حرف زنی، میگم آقا بس کن حرف زدن و برو عمل کن، stop talking. خب بعد بگی خب stop بکنم چی کار بکنم؟ میگم که stop to do something، یه دقیقه بس کن که یه کاری انجام بدی. stop الان توی اون استوری قبلی میگه چی بود یاد رفت استوری هر، میگه که never stop learning، چون که زندگی هرگز یاد دادن رو بس نمی کنه. این بود داره life never stops teaching، یعنی اونم همینجور داره درس میده، درس میده، درس میده. خب حالا شما مثال بزنید ببینم یاد گرفتید یا نه. بچه ها، ما وقتی میخوایم از need استفاده بکنیم، اکثر ما میدونیم که باید بگیم I need to، I don't need to. مثلا I need to work، I don't need to work. اما یه کاربرد به یه شکل دیگه هم داره. مثلا میگم لازم نمیدونم، من لازم نمیدونم بخوام کار بکنم، مثلا چه کاری من کار بکنم، من ملکم. مثلا I need scarcely work، یا لازم نمیدونم اینقدر بخوام به تو توضیح بدم، بهت بگم این کار کن اون کار کن. I need hardly، I need scarcely tell you what to do، یا لازم نمیدونم بخوام یه لباس دیگه بخرم، همین خوبه دیگه، چقدر لباس بخرم. I need scarcely buy another shirt. خب حالا شما بگیم ببینم چیو لازم نمیدونی؟ لازم نمیدونم فلان کارو انجام بدم، نمیخوام انجام بدم. خب توی این باکس جواب بدین و دوباره بر نگردونین اون ریپلای بکنید. تال، اولد، نایس، درسته؟ آره. خب که به اصطلاحا یک بخشی هستن و کوچیک هستن. اون دسته دیگه از صفت هایی که داریم مثل beautiful، expensive یا حالا اون چند تای دیگه که هست، اینا چند سیلابی هستن و توی برای اینکه اون صفت تر مثل beautiful، expensive یا حالا اون چند تای دیگه که هست، اینا چند سیلابی هستن و توی برای اینکه اون صفت تر مثل beautiful، expensive یا حالا اون چند تای دیگه که هست، اینا چند سیلابی هستن و توی برای اینکه اون صفت تر مثل beautiful،
اکسپنسیو یا حالا اون چند تای دیگه که هست، اینا چند سیلابی هستن و توی برای اینکه اون صفت تر آره. بیشتر برتری برتر رو میخوام بهشون میگه برتر. برتر رو بخوایم بیاریم توی صفت های کوچیک از ER بود، آره از ER استفاده میکنیم، یعنی میگیم که مثل همین تالر، آره مثل تالر، مثل بیگر، ER بهشون اضافه میشه. ولی تو اون دسته از صفت هامون میایم از مور استفاده، قبل از اون کلمه، یعنی به اصطلاح شما پشت کلمه میاریم میذاریمش که و توی یه کلمه برای حالا اون استفاده از این صفته از یکی از این حالت ها استفاده میکنیم، یعنی یا باید به کوچیک ای آر بدیم یا به بزرگ مور رو بیاریم، نمیتونیم بگیم به کوچیک هم مور این ورش میذاریم هم ای آر رو به اضافه کنیم، جمله ساختار غلطی رو پیدا میکنه. حالا مثلا من میخوام بگم من هستم، should always remember to recharge the batteries before they die, or have a good antivirus to protect your computer, get connected to the internet, then of course the time spent to download a program depends on some sort of things, for example your computer power or your connections speed, and you would like to go varieties places and experiment new things. But as I don't have limitless flow of money, I will match my expectation as much as my wealth. Desire to do my best to go there as soon as possible. Of course, it might be in appearance, but no. Although I know it, I can choose which one are fast, but I prefer traveling to Spain. Although I have already seen Madrid and Barcelona, I'd like to visit all over this country by. وقتی که only then رو میگی میشه این ورژن دیگه، only then did I decide, only then did I understand، اون موقع بود که فهمیدم، only then did I go، اونجا بود که رفتم، only then did I understand. You know the teacher gives you the exam and you take the exam. Yeah, take the practical exam, and because of that I couldn't drive here in the Netherlands, but every day I drive bicycle. I ride my bicycle. Riding bicycle is very common. Today I'm going to be telling you someone that I've known since I was a 3-year-old, and his name is Ryman Musavi, but his page link is called English Ryman. And actually he learns your English from the beginning to the end. Please follow that link. If you forgot it, it is English Ryman. Bye. Weekly, daily IGTV or post in which we talked about the planetary position exactly on that time. And it shows what you can do for your life. Explain the reason of the studies have shown that plants have emotions and feelings. For example, they respond positive.
people might think this would be depressing, but I don't think so. For me, autumn is something of a relief. And on the other hand, I'm not great in the heat, so I found the temperature much more